خب چطورید رفقا؟ ویدیو رو میخوام با یه لطیفه فوق‌العاده بانمک شروع کنم. امیدوارم آمادگی این حجم از طنز رو داشته باشید. یه روز یه خارجی از یه ایرانی میپرسه کدوم فیلم خفن ایرانیه که اسمش اسم پایتخت هلنده. ایرانی میگه مصر دام. خیلی بی‌نمک بود نه؟ این سریال هم همینقدر بده. سلام رفقا، محمد علی هم شیرزاد. خیلی خوش اومدید به شیرزاد فیلم و اینا. دیگه اینا رو همتون میدونید. سابسکرایب اگه به فیلم و سریال علاقه دارید و اینکه ویدیو رو لایک کنید و کامنت انگلیسی هم یادتون نره. آقا من قسمت اول که اومد گفتم پاشم ویدیوی بررسیشو بسازم. بعد گفتم الان فن پیجای بازیگران میان میگن که آقا باز شما شروع کردید نمیدونم با دیدن یه قسمت قضاوت کردن و میخواید سریالو بکوبید و اینا. گفتم اوکی، حالا با دیدن قسمت اول ویدیو نسازم و نیام بگم سریال افتضاح بود و وایسادم قسمت دومم ببینم و الان بیام بهتون میگم که دوستان سریال افتضاح بود. به خاطرت همه چیزمو از دست دادم. ولی دور از شوخی حوصله نداشتم ویدیو بسازم، وگرنه این سریال اصلا قسمت اول که هیچ، سکانس اولم هیچ، پلان اولش داره میگه آقا منو نبین. آ این چه رنگیه، این چه چرا انقدر تاریکه؟ اولش فکر کنم لپتاپ من مشکل داره که نورش تا دست بازه ولی داره تاریک نشون میده. بعد دیدم نه، کل سریال اصلا نورش و رنگش بده. میترسی؟ هنوز نمیدونی ترس یعنی چی. تصمیم گرفتم از این به بعد بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ راه اومدنی در مورد فیلم و سریال صحبت کنم. قبل از این معتقد بودم که خب حالا هر چقدرم یه کاری بد باشه بالاخره یه زحمتی پاش کشیده شده، ولی الان دیگه نه، نظرم عوض شده واقعا. و خب یه کاری بده میام میگم بده، کار خوب باشه میام میگم خوب. البته نه به قصد حالا تخریب مثل بعضی از نقدای آقای فراستی، بد باشه میگم بده و جوری میگم بده که واقعا دیگه خجالت بکشه دیگه. تا کی میخوایم اصلا کاری بد بسازیم؟ حالا اسم آقای فراستی اومد، اون سوتی اخیرش رو دیدی در مورد فیلم جنگ جهانی سوم؟ اصلا نمیدونم چی کار داره میکنه این مرد. الان باز یکی میاد مینویسه تو کی هستی داری خودتو با استاد فراستی مقایسه میکنی؟ من حداقل یه کمش یه 4-5 تا سوتی بد کمتر از ایشون توی کارنامه هست. حالا اینا شوخی، آقای فراستی عزیز ما هستن. سریال آمستردام به کارگردانی مسعود قراقوزلو که یه فیلم اسمش بود 20 هفته توی کارنامه‌اش هست که فیلم موفقی هم نبوده واقعا. حالا با سریال آمستردام اومده سراغ شبکه نمایش خانگی که من از روزی که یادم میاد داره این تبلیغش اصلا تو اینستاگرام دارم این تبلیغ آمستردامو می‌بینم. خیلی وقت پیش فکر کنم یکی دو سال کمش، حداقل دو سال پیش فکر کنم ساخته شده این سریال، ولی خب هیچ پلتفرمی نمی اومد این رو بخره و از همون اول من گفتم که، یعنی با خودم میگفتم احتمالا این سریال خوبی نیست، چون این کست رو داشته باشی، این بازیگرات باشن و هیچ پلتفرمی سراغت نیاد، بالاخره رقابتیه دیگه این بازار. اگه کار خوب باشه هزینه بیشتر برای اینکه کارو در داشته باشن برای خودشون. وقتی هیچ پلتفرمی قبول نمیکنه این سریال رو، دیگه چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه به جز اینکه کار خوبی نیست. چشمم روی بی‌حرمتی یادت بسته بودم. حالا گذشت و دو هفته پیش قسمت اول این سریال از پلتفرم جدید تماشاخونه منتشر شد، پلتفرمی که کار خودش رو با سریال آمستردام شروع کرد که کاش نمیکرد واقعا، چون میدونی تاثیر میذاره، حتی رو خود پلتفرم هم تاثیر میذاره. وقتی با سریال ضعیف شروع میکنی دیگه تو ذهن مردم اینه که آقا این پلتفرم برای سریالای ضعیفه، اصلا ولش کنید. کاش حداقل اولین سریالش یه سریال خوب یا قابل قبول بود. اگه کسی از عوامل پلتفرم داره این ویدیو رو میبینه، دومین نکته به نظرم اینه که آقا این قضیه فری بودنه، این رایگان بودنه به نظرم سیستم جالبی نیست. میدونی چرا؟ چون اگه حالا چه درست چه غلط، چه بخوایم چه نخوایم، یه تصوری تو ذهن اکثریت مردم هست، یه باوری هست که هر چیزی که ارزونه، هر چیزی که حالا به قول معروف مفته، احتمالاً چیز به درد بخوری نیست. این باور بخوایم یا نخوایم وجود داره. و از یه طرفی هم شما محض رضای خدا که سریال پخش نمی‌کنید، پول می‌گیرید که تبلیغ بذارید. حالا وسط سریال، اینور سریال، اونور کادر، اینور اونور، همه جا تبلیغ گذاشتید، ولی خب این سیستم به نظرم تلویزیونیه. یعنی مردم عادت دارن که اوکی تو برنامه‌های صدا و سیما و تلویزیون تبلیغ ببینن وسط سریال، اون پایین یه تبلیغی رد بشه، اون بالا یه چیزی بیاد، این اوکیه. ولی تو نمایش خانگی وقتی من این حرکت رو میزنی به نظرم جذاب نیست و یه خورده زننده است برای مخاطب.
داشت که با یه سریال خوب شروع می‌کردید ولی هزینه اشتراک هم می‌گرفتید. آره میگم این سریال تکلیفش مشخص نبود تا یه جایی، یکی از علتاش به نظرم همین پلتفرم بود و از یه طرف دیگه این نظر شخصی منه، خودم حس کردم این قضیه رو که آقا تو تدوین در نمیومد مثل این که کار دادم. اصلا وقتی قسمت اول و دومو که من دیدم کاملا این رو احساس می‌کردم که تدوینگر یعنی سعی کرده هی زور زده که اینا رو کنار هم، این پلانا رو کنار هم قرار بده که یه چیزی بسازه که بشه دید. حالا باز به نظرم نمیشه دید. تدوینگر حرفه‌ایه، کارهای خوبی ازش دیدیم، پس به نظرم مشکل از تدوینگر نیست، مسئله اینه که چیزی تو دستش نداشته، یه سری پلان داشته که خیلی هم اصلا خوب نیستن، سعی کرده اینا رو کنار هم بذاره و یه کاری بسازه که حالا ما بتونیم ببینیم حتما. من واسه ادامه ندادن فقط یه خط قرمز دارم. آقا فیلمنامه بده، معلوم نیست کی به کیه، چی به چیه، چی میخواد بگه. دیالوگا باور کن در حد دختر و پسرای تینیجر که تو اینستاگرام کلیپ درست میکنن. گنگ بازی فیک و نمیدونم زور بزنی شبیه پدرخوانده بسازی و برای بار 547 هم اگه شده پیشنهاد میکنم که برید پدرخوانده رو ببینید اصلا بی خیال این داستانا. من همیشه مثلا موزیکیه، دیدی یکی تو موزیکاش ادعای گنگ بودن میکنه، میگه من خفنم، رفتم اون کارو کردم این کارو کردم. 99% که نکرده دیگه، تو ایرانی میدونی، حالا من ایرانی ها رو دارم میگم، ولی یه جوری باحال داره اینو میگه، یه جوری جالب داره اینو بهت میگه، تو دوست داری اینو بشنوی، به قول معروف فازشو میگیری. ولی یکی دیگه هم هست باز اون ادعا رو داره ولی اصلا نه استایلشو داره، نه اصلا بلد رو ریتم بخونه، نه اصلا قافیه‌اش شفته. به نظرم سریال آمستردام رپریه که نه استایلشو داره، نه قافیه‌اش درسته، نه بلد رو ضرب بخونه. و سوالی که فکر کنم برای همه پیش بیاد اینه که آقا چرا این بازیگرهای عزیز ما اصلا این فیلمنامه رو پذیرفتن؟ اصلا چه فکری کردن این که گفتن اوکی میریم این فیلمنامه است، خب خوندیم این دیالوگا، بریم بگیریم دیگه. یعنی چقدر پول بوده این وسط؟ اگه انقدر پول بوده این وسط که خب این بازیگرا رو بیاریم، بریم محسن چاوشی رو بیاریم برای تیتراژ، خب آقا یه فیلمنامه خوبم ردیف می‌کردید حداقل، کارگردانی که بده، داستان حداقل به ما بگه. می‌دونی چی میگم دیگه، اون دورم گذشت که دیگه محسن چاوشی برای هر سریالی می‌خواد حتما اون سریال خوب بود، الان دیگه نه. همون سکانس های اولی که من از این سریال دیدم خیلی منو یاد سریال بد میدان سرخ انداخت، ولی هرچی که بیشتر رفت جلو دیدم نه، سریال میدان سرخ باز حداقل یه چیزی که داشت این بود که تو بعضی سکانس ها رو بعضی دیالوگ ها رو میدیدی میخندیدی، گفتی از چی کار داره میکنی، چرا انقدر بده. ولی اینجا اصلا انقدر بده که تو میمونی همینجوری میگی خب که چی الان چیکار کنم، چی داری به من نشون میدی. هر باری که یه سریال خوب منتشر میشه، نمیدونم خاتون، زخم کاری، پوست شیر، من یه ذره امیدوار میشم که اوکی دیگه این قضیه رو سازنده های ما فهمیدن که قراره کار با کیفیت بسازیم، قراره کاری بسازیم که در خور مخاطب باشه، مخاطب دوست داشته باشه، دنبالش کنه، یه چیز خفن بسازیم خلاصه. ولی بعدش که یه همچین سریالی میاد میگم بابا جمع کنید، اصلا جن زدید باز توش. میدونی چرا؟ آخه مخاطبی که قورباغه دیده، خاتون دیده، پوست شیر دیده، واقعا فکر میکنه میاد اینو میبینه، واسه چی داری میسازی؟ حتی بعضی وقتا با خودم فکر میکنم اصلا شاید برای اینا مخاطب و نمیدونم فروش هم شاید مهم نیست، پس چیه این وسط، چی مهمه؟ آقا میخوایم گذشته رو نشون بدیم، چیکار کنیم فضا بسازیم؟ چی یه دونه آسمان چشمه و آینه کیس میذاریم، یه دونه فریدون فروغی میذاریم، یه دونه نمیدونم گل یخ میذاریم. حالا فضا هم نمیسازه واقعا، فکر کن کوروش یغمایی داره اونجا میگه بهار از دستای من پر زد و رفت، اینور این داره در مورد قتل و نمیدونم داستانه گنگستر بازی صحبت میکنه. چیکار کردی اصلا؟ واسه یه گوشه تماشا کن. من نمیدونم چی بگم. ببین گفتنی زیاده ها، پلان به پلان میشه در موردش حرف زد، ولی دیگه به نظرم ارزشش نداره واقعا. گفتنی‌ها رو گفتم و یه نکته هم در مورد مشتبه پیرزاده بگم. دیگه خب هممون میدونیم که بعد از سریال پوستشی مشتبه پیرزاده چقدر دیده شد و این سریال، سریال آمستردام هم قطعاً قبل از پوستشی فیلم برداری شده بوده. حالا الان داره پخش میشه. اصلا این آمستردام رو از ذهنمون پاک کنیم، بیخیالش بشیم. همون منصور رو تو ذهنمون فعلا نگه داریم تا کار بعدی مشتبه پیرزاده و یه سریال جدیدم قرار ازش پخش بشه به اسم قهوه ترک اگه اشتباه نکنم که با حامد بهداد داره بازی میکنه. امیدوارم سریال خوبی باشه. کاش سریالی بشه که هر هفته براش ویدیو بسازیم. اگه سریال خوب باشه ما این کارو میکنیم دیگه، برای پوستشین این کارو کردیم، برای خاتون این کارو کردیم. حالا بریم چند تا از نظرات شما رو که تو اینستاگرام ازتون خواسته بودم برام بنویسید بخونیم. حتما پیج اینستاگرام رو فالو کنید، همین اسم شیرزاد فیلمه. اونجا قراره که یه سری ویدیوهای دیگه، ویدیوهای کوتاه که فقط برای اینستان رو آپلود کنم، همین به زودی شروع میکنم تو همین یکی دو روز. مزخرف، انگار نه انگار ایرانه، فیلم ایرانیه. خیلی میخواست عده حرفه‌ای‌ها رو در بیاره، به نظرم که گیرا نبود اصلا.
خب رفقا اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید، اگه تونستید کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نپره و اینکه همین دیگه منتظر ویدیوهای بعدی باشید.